این قسمت مطلبی که میخواستم به شما بگم اینه که میتونید برید چیکار بکنید، اجازه ها رو توی قسمت پرمیشن ببینید. اما دو نفر فعلا پرمیشن دیدید که خیلی یوزفوله، حالا اونایی که اجازه دارن رو میتونید ببینید و اونایی که رول میخواید اضافه کنید رو هم میتونید برید ببینید. داخل قسمت پرمیشن، داخل اینجا میتونید یوزر اضافه کنید. خب داخل قسمت پرمیشن، تب پرمیشن، روز رو بزنید. قانون های روز یعنی وظیفه، وظیفه‌ای که کسایی که چیزن رو میتونید عوض بکنید. وظیفه اونایی که انانیموس هستن رو فعلا لاکه، نمیتونید عوض بکنید. و اینا رو میتونید ویت بدید. کسی که عددش زیادتر باشه سنگین‌تر میشه میاد زیر. و من چی؟ ادمنستریتور، میبینید که میتونم رولم رو ادیت بکنم. اما مثلا من بیام یه رول دیگه اضافه کنم به نام کانتنت منیجر. اوپس، فارسی نه، کانتنت منیجر و رول رو اضافه کنم. خب رول اضافه میشه اینجا. حالا من بخوام این رو ببرم بالاتر به عنوان مثلا 2 میذارم، اینو میذارم 3 که بیاد سنگین تر بشه، بیاد پایین تر. خب کانتنت منیجر زیاد کاری نمیتونید بکنید. اگر برید داخل ادیت رول، فقط شما میتونید اسمش رو تغییر بدید یا دیلیتش بکنید. یا اینکه اگر برید داخل ادیت پرمیشن، فقط میتونید پرمیشن خودش مخصوص به این کانتنت منیجر رو عوض بکنید. این به درد عمه‌شون میخوره. چرا؟ برای اینکه من میتونم برم چی داخل همین لیست که هیچی، داخل خود پرمیشن، خب تمام پرمیشن رو نگاه بکنم. ما داخل رولز بودیم دیگه، درسته؟ من میتونم برم داخل پرمیشن همه رولزا رو نگاه بکنم، باهاشون مثلا اونجا مقایسه بکنم. الان نگاه بکنید ببینید که کانتنت منیجر تقریبا هیچ اجازه ای نداره، مگر اینکه مثلا بیاد کانتکت فرم استفاده بکنه ازش و اجازه هایی که همه ادمین کاربرای معمولی دارن ایشون هم داره. اگر هم میبینید که چی، اجازه دیگه ای نداره. فرض کنید من امیر رو میشناسم، مثلا 4 سال 5 سال میشناسم، میشنم همش برای ما زحمت میکشه کانتنت درست میکنه. اینجا رولی بهش ترتیب ندادیم. برای اینکه رول اضافه کنیم بهش، من میام حالا یا اینجا سلکتش میکنم، میام اینجا چی بهش یه رولی اضافه میکنم به عنوان کانتنت منیجر آپدیت میزنم. یا اینکه میاد چی ادیت رو میزنید، میاد چی رول رو اینجا اضافه میکنید بهش، چی کانتنت منیجر به عنوان اتنتیکیتد یوزر هم هست کانتنت منیجر. خب این به چه درد میخوره؟ این هم به درد عمه‌شون میخوره، به خاطر اینکه با این امیر کانتنت منیجر فعلا نمیتونید کاری انجام بدید، مگر اینکه برید چی داخل پرمیشن کارهایی رو که کانتنت منیجر میخواید انجام بده رو تیک بذارید. مثلا میخواید که فید درست بکنه، مثلا میخواید که فید رو ببینه، میخواید بلاک بکنه، نه نمیخوام، میخواید که کامنت رو مثلا چیکار بکنه، ادمنستری کامنت ها رو تغییر بده، مثلا میخواید که خود کامنت های خودش رو تغییر بده. خلاصه همه رو تیک زدید تا صبح تا این پایین، چیکار میکنید؟ این رو سیو میکنید. وقتی سیو کردید دیگه اون یوزر میتونه تمام کارهایی که شما متعلق بهش هستش رو انجام بده، یا میتونه کانتنت فقط بسازه، نمیتونه ادیت بکنه و تمام اون کارهایی که شما دلتون میخواد روش انجام بدید. پس اینم یک نکته بعدی بودی که من خواستم اینجا به شما در مورد یوزرها بگم.